وطن من. تهران در کنار همه شلوغیاش جلوه‌های طبیعی زیبایی هم داره، جاذبه‌هایی که خودشونو میون طبیعت اطراف این شهر پنهان کردن. برای دیدن این طبیعت زیبا باید از شهر و وابستگیاش دل بکنی و راهی جاده بشی. دل به مسیرهای نرفته بسپری و منتظر باشی هر لحظه با تصویری تازه از طبیعت روبرو بشی. با پشت سر گذاشتن مسیری کوهستانی و سنگلاخ در نزدیکی شهرستان دماوند به دریاچه میرسیم که جلوه‌ای زیبا به طبیعت اطرافش داده. نام این دریاچه تاره و یکی از دیدنی ترین جاذبه های طبیعی استان تهران به شمار میاد. دریاچه چون نگین فیروزه بر دامن خاک میدرخشد و چون گنبد آبی هزار و یک شب در دل افسانه ها دارد. اینجا جنگل واژگون آسمان است با درختانی فربه از جنس ابر. دریاچه تار در مدخل کوه و در ارتفاع 2500 متری از سطح دریا قرار گرفته و از شمال غرب به جنوب شرق کشیده شده. طول این دریاچه لوزی شکل بیش از 1 کیلومتر و به طور میانگین 400 متر عرض داره. عمق آب دریاچه تار در فصول پرآبی به 50 متر میرسه و در زمان کم آبی به 40 متر کاهش پیدا میکنه. این دریاچه در منطقه کوهستانی قرار گرفته و در فصل گرم سال با آب و هوای خنک پذیرای دوستداران طبیعته. دریاچه در میان کاسه کوهستان جمع می شود تا تذرو آسمان به دام اندازد. این آب اشک زلال کوهستان است. با نیم ساعت پیاده روی از شرق دریاچه تار، دریاچه دیگه خودنمایی می کنه که حویر نام داره. این دریاچه توسط کوهی به نام دوبرار از دریاچه تار جدا می شه. این دو دریاچه زیبا فرزندان دو قلوی طبیعت دماوندن که در فاصله 500 متری از هم در دامنه کوههای اطراف قرار گرفتن. رشته کوه قرهداغ و کوه زرین در نزدیکی این دو دریاچه مقاصد مناسبی برای کوهنوردان به شمار میان. چشمانداز این دریاچه های دو قلو از بالای این ارتفاعات بسیار دیدنیه. سنگ را با آب رفاقتی دیرینه است و جدالی ناگزیر، همچون جدال عاشق و معشوق که با دوستی به هم آمیخته. مهر و کین دو روی یک سکه‌اند. فضای اطراف دو دریاچه تار و حویر توسط کوههایی با ارتفاع 50 تا 500 متر احاطه شده. این کوها با قرار گرفتن در کنار هم باعث پیدایش گودال‌هایی شدن که این دو دریاچه درون اون شکل گرفته. حدود 70% آب دریاچه‌های تار و حویر از بخش شمالی و ارتفاعات اون تأمین میشه. البته چشمه‌های فراوان بستر دریاچه‌ها هم اهمیت زیادی در تأمین آب اونا دارن. آبراه‌های فصلی و رودهای تار و حویر هم بخش دیگه‌ای از آب این دریاچه‌ها رو تأمین می‌کنن. رود سرود جاری زمین است با نام جستجو. تقدیر او به سنگ فیروزه حک کرده‌اند. در اطراف دریاچه‌های تار و حویر پوشش گیاهی تراکم پایینی داره و هیچ نوع درخت یا بوته‌ای رو در بر نمی‌گیره. البته کمی دورتر و در مسیر دریاچه پوشش گیاهی از غنای بیشتری برخورداره. درختان سوخته در دل آسمان ریشه دواندند تا از آبی آبش در رگهای خشکشان بدوانند. اینجا بوته های بیبار و برگ تجسم رویاهای جوان مرگند. آتشی که در پای آب سیراب نگشته و چون سرابی هدر شده.
بهترین زمان بازدید از تار و حویر ابتدای اردیبهشت تا پایان فصل تابستانه. در فصلهای گرم سال آب دریاچه ها خنکه و این امر گرمای هوا رو معتدل میکنه. دریاچه چون دخترکی بازیگوش هر لحظه رنگ عوض میکند. لختی رختهای آبی تابستانی و لختی رختهای سپید عروسی. ملال را با تو کاری نیست. زمینای اطراف دریاچه مسطحن و قابلیت برپایی کمپ در اون وجود داره. برای رسیدن به این دریاچه‌های زیبا در استان تهران از این مسیر استفاده می‌کنیم. تهران، پردیس، دماوند، جاده معدن، دریاچه‌های زیبای تار و حویر. این مسیر نسبتاً ناهمواره و ممکنه مشکلاتی رو برای ماشین‌های عادی به وجود بیاره. بنابراین بهتره با وسیله مناسب و به صورت گروهی رهسپار این مکان دیدنی بشید.